تعداد زیادی از اویغورهای تبعیدی مقیم ایالات متحده اعلام کردند که چین فشارهای فراملی خود را علیه آنها افزایش داده و از خانواده‌هایشان که هنوز در چین زندگی می‌کنند به عنوان ابزاری برای تهدید و ساکت کردن آنها استفاده می‌کند. همکارم در گزارش خود به واکاوی این موضوع پرداخته که با هم می‌بینیم. بسیاری از اویغورهای تبعید شده در ایالات متحده میگویند که چین سرکوب فرامرزی علیه آنها را تشدید کرده و با استفاده از اقوام آنها که هنوز در چین زندگی میکنند آنها را تهدید میکند تا در خارج از کشور ساکت شوند. الفیدار التیبی رئیس انجمن اویغورهای آمریکا در این زمینه اظهار داشت که هدف حملات آنلاین حساب‌های جعلی چینی قرار گرفته و حتی برخی از کاربران جعلی در وبینارهای او شرکت کرده و آدرس منزل او را به اشتراک گذاشتند. او میگوید چینی‌ها پیام دادند که مراقب تو هستیم. این تهدیدها باعث شد که او امنیت خانه خود را افزایش دهد. التیبیر خاطر نشان کرد که این فشارها به ویژه در 2 سال گذشته شدت یافته و بسیاری از فعالان اویغوری از ترس امنیت خانواده هایشان از فعالیت های اجتماعی دست کشیدند. او همچنین توضیح داد که بسیاری از حامیان سازمانش از او درخواست کردند که در پشت صحنه فعالیت کند تا شناسایی نشود. رئیس انجمن اویغورهای آمریکا همچنین اضافه کرد که ماموران چینی از طریق بستگان اویغور در سینکیانگ به آنها پیام می‌دهند تا از شرکت در مراسم‌های سیاسی و فرهنگی خودداری کنند. اداره تحقیقات فدرال آمریکا FBI اعلام کرده است که از این نوع فعالیت‌ها که به عنوان سرکوب فراملی شناخته می‌شوند آگاه است و اقدامات لازم برای مقابله با آنها را انجام می‌دهد. این اداره میگوید که چنین اعمالی نقض شدید حقوق بین المللی، قوانین آمریکا و حقوق فردی هستند و سرکوب فراملی توسط هر دولتی از جمله چین غیر قابل قبول است. اداره FBI همچنین برای آگاه سازی جوامع محلی، ایالتی و دانشگاهی در خصوص تاکتیک های سرکوب فراملی برنامه های آموزشی برگزار کرده و منابع اطلاعاتی را به بیش از 60 زبان از جمله اویغوری فراهم کرده است. التیبیر در ادامه تاکید کرد که همکاری سازمانش با FBI در حمایت از جامعه 10 تا 15 هزار نفری اویغورهای مقیم آمریکا ادامه دارد. او به شدت بر اهمیت ایستادگی در برابر این تهدیدها تاکید کرد و گفت اگر ما فریاد نزنیم چه کسی این کار را خواهد کرد؟ اویغورها که یک اقلیت مسلمان در منطقه خود مختار سینکیانگ چین هستند با سرکوب‌های گسترده‌ای همچون بازداشت‌های دست جمعی، کار اجباری و نقض شدید حقوق بشر روبرو شدند. با این حال چین تمامی این اتهامات را رد کرده و سیاست‌های خود را در راستای مقابله با تروریسم و جدایی طلبی توجیه می‌کند.